پانزدهم شعبان سال روز تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است که به تعبیر معمار کبیر انقلاب دستندرکارانش مجاهدان فی سبیل اللهی هستند که همچون سدی مستحکم نقشه های سرویس های جاسوسی بیگانگان را نقشه بر آب کردند و امنیت و آرامش را به ملت ایران برمغان آوردند. سربازان امام زمان این نام دیگری است برای کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. اشاره ای ظریف به این حقیقت که اینها حاضرن برای اسلام و انقلاب هستی خود را بدهن بدون اینکه حتی نامی از آنها به زبانها بیاید. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. واقعا جامعه ما بخصوص با شرط حال حاضر و این شرط سیاسی که وجود داره داره روی این سربازا آقا میچرخه. حالشون عالی بوده دیگه، اونا برای حفظ نظام کشورمون و بعد امنیت همه مردم کشور ما دارن زحمت میکشن. 15 شعبان 93 میرسد و این یعنی از تأسیس وزارت اطلاعات 31 سال میگذرد. 27 مرداد سال 1362 بود که قانون تشکیل وزارت اطلاعات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تمامی این سالهای سخت که فتنه ها سر بر می کشید، پیش از آن که شعله هایش دامن مردم و این ملک را بگیرد، سربازان گمنام اطفایشان کردند. بارالها این عزیزان مجاهد فی سبیل الله را برای ملت ما حفظ فرما و به شهدای آنان رحمت، به بستگان آنان خصوصاً مادران و پدران و همسران آنان صبر و خیر و برکت عنایت فرما. از خداوند متعال توفیق سعادت و سلامت شما را خواستارم. امیدوارم حضرت ولیعصر پشتیبان شما باشد. وزارت اطلاعات در حالی شکل گرفت که انقلاب و کشور از هر سو آماج توطئه‌های دشمنان قسم خورده قرار داشت و دست‌های پنهان سرویس‌های اطلاعاتی غرب هر روز ناامنی و آشوب می‌آفریدند. ترورهای بیوقفه مردم و مسئولان دستور کار اصلی منافقین بود. این اچ‌بی که من مسئولیتش رو عهده داشتم 4 عملیات اتوبوس داشت که 4 اتوبوس آتیش زدن. و فتنه انگیزی قومی در دستور کار کموله و دیگر گروه های ضد انقلاب. تمام پاوات در محاصره بود، هر کجا ضد انقلابی بود توی مملکت جمع شده و یه اطراف. از چهار طرف تقه میتخانده، نمیتونستیم بریم بیرون. نارنجک میتخانده، تو میتخانده، همه چیزی. اینا دموکرات بودن، ضد انقلاب هم مسلمه. خب ضد انقلاب در هر وقت و هر موقعیتی میخواد ضربه به ما بزنه. در اولین گام هوش ایرانی در پرتو شجاعت و اخلاص ترکیبی بدی میسازد و روش‌های نوین اطلاعاتی ضرباتی سخت را بر ضد انقلاب وارد می‌آورد. شما با کشوری مواجه هستید که آرامش در اون حاکمه، برخلاف خیلی از همسایه‌های ما، خیلی از کشورهای دیگه دنیا مشکل امنیتی اطلاعاتی خاصی کشور ما نداره. این به خاطر نیروهایی هستش که تو این حوزه دارن به صورت گمنام کار میکنن، دارن از کشور دفاع میکنن، دارن سرویسی رو و خدمتی رو به مردم ارائه میدن که خیلی وقتا دیده نمیشه. حالا رفته رفته اوضاع در شهرها آرام تر میشود و به تدریج مقابله با ستون پنجم دشمن در جبهه ها در دستور کار قرار میگیرد. نیروهای اطلاعاتی در این زمینه نیز حرف اول را میزنن. پس از پایان جنگ، امنیت در مفهوم عام‌تری در کانون توجه وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. نتیجه این هوشیاری استراتژیک، امنیت محسوسی است که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برقرار می‌شود. فعالیت‌هایی که تا به حال انجام دادن بسیار مثمر ثمر بوده. امنیتی که تو کشور حاکمه به نسبت کشورهایی که در همسایه ما به سر می‌برن، توی منطقه حساس مثل خاورمیانه که دید دنیا و نظرات کشورهای سلطه نسبت به یه خورده حساس‌تر از بقیه جاست، امنیتی که ایجاد کردن انصافاً قابل ستایشه. ما کشور مسلمانی هستیم با دشمن‌های زیاد، بسیار زیاد، با کمک ایناست که ما تا اینجا موندیم. همین رو میدونم که باعث قوام این نظام و دوام این نظام این عزیزان بینام هستند. در این میان بسیاری از اقدامات به علت ذات فعالیت‌های اطلاعاتی هنوز و شاید هیچ وقت
قابل بازگو کردن نیست. اما چند عملیات مهم که در سطح آشکار قابل بازگو کردن است، تحسین همگان را برمی انگیزد. قشنگترین چیزی که توی ذهن من هستش اون گروه تروریستی بودن که توی هوا عبدالمالک ریگی سرکرده معدوم گروهک تروریستی جند شیطان در اسفند سال 88 در تور پیچیده اطلاعاتی در هم پیچیده می شود. پرواز ما ساعت 10:30 شب بود، بعد به تاخیر افتاد برای 1:30 شب. در فضای ایران من خوابیده بودم، یک دفعه دیدم یکی از دوستان منو بیدار کرد. این خدمه داره میگه که ما داریم میشینیم در خاک ایران. من نگاه کردم سمت راست، دیدم یک هواپیما هست. خوب دقت کردم، متوجه شدم جته. اون مترجمی که با ما بود، اون هم زبان قرقیزی میدونست، هم انگلیسی میدونست، افغان بود. من اون صدا زدم، اون خودش اومد پیش من و گفت که این دو هواپیمای جت ما را دارم بدرقه میکنم، تو به جای زنگ زدی؟ من گفتم نه، من به جای زنگ نزدم. بعد دیگه متوقف شدیم، نشستیم داخل هواپیما، بعد گفتم بیاید پایین. دیگه من فهمیدم که جریان چیه. اون گروهک و اون شخص معدوم تبلور در واقع آشکار خونخاری بود. سیاه به روی خود نمی آورد، اما کاملا غافلگیر شده است. ما در سال 2004 با آمریکایی‌ها ملاقات داشتیم در اسلام آباد. موضوعی که من رفته بودم روی مسئله ایران بود. آمریکایی‌ها باز دوباره ارتباط گرفته بودند. فتنه 88 صحنه دیگری برای سربازان گمنام امام زمان است که بی‌مزد و بی‌منت به دفاع از امنیت و آرامش مردم برخیزند و نقشه پیچیده دشمنان و همراهی آگاهانه یا ناآگاهانه برخی عناصر داخلی با این توطئه را خونسا کنند. چندی بعد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران دانشمندان محبوب هسته‌ای را در کانون اقدامات تروریستی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قرار می‌دهد. وزارت اطلاعات در سلسله عملیاتی سنگین و پیچیده وارد میدان می‌شود و شبکه تروریستی موساد را منهدم می‌سازد. من مجید جمالی فشیم هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم. برای اولین بار ماکت خونه آقای علی محمدی رو اونجا به من نشون دادن که دقیقاً بعدن که اومدم توی ایران دیدم اون خونه رو، فوتکوپی برابر اصل بود، حتی رنگش، اندازش، جنسش، درختی که کنارش بود. به من گفتن که این خونه ایه که تو توی ایران باید موتور بذاری جلوش پارک کنی. با من تماس گرفتن و گفتن که طبق برنامه برو. منم طبق برنامه موتور روشن کردم، رفتم خیابون مهرسه، از اونجا رفتم بالا، موتور پارک کردم کنار درخت، زنجیرش کردم و اونجا. از هزاران عملیات موفق وزارت اطلاعات به دلایل مختلف و قابل درک، تنها معدودی قابل بازگو کردن است. اما این واقعیت آشکار است که نفوذ و تسلط به فعالیت‌های گروهک‌های ضد انقلاب خارج نشین، این گروهک‌ها را به شدت دچار ناامنی، تردید و تزلزل درونی کرده است و شک متقابل را در میان اعضا و کادرهای آنها سایه گستر نموده است. مقابله با باندهای سازمان یافته ایجاد شرارت و ناامنی، جریان‌های سودجو و انحرافی اخلاقی، فرقه‌ای و دینی و باندهای مواد مخدر از دیگر عرصه‌هایی است که سربازان گمنام امام زمان در آنها فعالیت‌های تحسین برانگیزی داشتند.